عقی اویغور، معاون مرکز مطالعات ایرانی آنکارا، ایرام از آنکارا با ماست. آقای اویغور، خوش آمدید به برنامه. فکر میکنید که فصل جدیدی که در روابط ایران، عربستان و ترکیه در حال گشایشه، بیشتر در پی منافع اقتصادی یا منافع سیاسی؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. البته اینا جدا کردن از هم دیگه کار آسانی نیست. هر دو زمینه مهمه برای ترکیه. هم مسائل اقتصادی بسیار مهم است. میدونید که در کمتر از یک سال آینده ترکیه انتخابات ریاست جمهوری داره و این برای حزب آقای اردوغان بسیار مهم هست که منافع اقتصادیشو از عربستان به این وسیله بگیره. البته در مسائل منطقه‌ای هم همینطور که شما هم در گزارشتون اشاره کردید، هم در عراق هم در سوریه حوادث زیاد اتفاق میفته که اینا هم برای ترکیه هم برای ایران و هم برای عربستان و سعودی بسیار مهم است. اما در درجه اول من فکر کنم اهمیت اقتصادیش حتی اقل برای ترکیه مهمتر هست. همینطور که اشاره کردید، الان توریستای سعودی شروع کردن از ترکیه دیدار کردن، چرا که در چند سال گذشته ممنوع شده بود به دلیل یا بهونه کرونا. عربستان سعودی ممنوع کرده بود که شهرونداش از ترکیه دیدار کنن و همینطور صادرات ترکیه به سعودی هم تقریبا صفر شده بود. میدونید که عربستان سعودی یکی از بازارهای مهم برای کالاهای ترکیه بود و همینطور که بازم شما هم میدونید این قیمت انرژی که الان خیلی بالاست، این هم روابط تجاری دو جانبه رو مهم قلم داد میکنه. چقدر نزدیکی عربستان و ترکیه میتونه برای ایران نگران کننده باشه؟ من فکر نکنم این روابط عربستان و ترکیه کسی رو نگران بکنه. شما نگاه کنید موازی ترکیه، همینطور که شما هم گزارشتون اشاره کردید، ترکیه میشه سعی کرده بین عربستان و ایران یک توازن قوا رو رعایت کنه. در زمان تحریم‌های شدید اگر در کنار ایران هم نبوده، به اون کمپی که روبروی ایران بود به اون ملحق نشده و از این تحریم‌ها حمایت نکرده. و برعکس وقتی که ایران با گروه‌های نیابتی خود در خاورمیانه سعی کرد نفوذ خودش رو گسترش بده، ترکیه از اون انتقاد کرده و در جاهای مثل عراق و سوریه با اون مقابله کرده. به در جنگ یمن که برای عربستان سعودی بسیار مهم است و اونجا هم سیاستاً لااقل اگرچه از لحاظ نظامی دخالت نکرده، اما سیاستاً از عربستان حمایت کرده و موضع‌گیری عربستان رو در واقع به موضع‌گیری ترکیه نزدیکتر بوده. لذا با این نگرش اگه نزدیک باشه عربستان و ترکیه، من باید می‌بینم در کوتاه مدت به مسائل سیاسی خیلی تأثیر بذاره. البته در بلند مدت من باید نمی‌دونم این روابط اگه ترکیه و عربستان نزدیکتر باشه، چون فقط ما در اولش هستیم، ما نمیدونیم که واقعا بن سلمان در ذهنش چه میگذره، اما ممکنه مثلا در عراق که هر دو کشور هم برای ترکیه مهمه هم عربستان و سعودی در سالهای اخیر اونجا سرمایه گذاری زیاد کرده، ممکن اونجا مثلا این همکاری بیشتر بشه و در برابر گروه هایی که ایران از اون حمایت میکنه، گروه های سیاسی متقابل و اینا پشتیبانی بکنن این دو تا کشور که ممکنه در نتیجه به ضرر ایران تمام بشه. آقای اویغور، بعضی از کشورهای منطقه به شدت نگران برنامه هسته‌ای ایران هستند، از جمله عربستان، از جمله امارات متحده. آیا چنین نگرانی در بین مقام‌های ترکیه هم وجود داره؟ آیا ممکنه که این نزدیکی که شاهدش هستیم بین ترکیه و عربستان یکی از ریشه‌هاش برنامه هسته‌ای ایران باشه؟ خب این برنامه هسته‌ای ایران که در واقع همه منطقه رو سرگرم می‌کنه، ترکیه هم یکی از اون پایتخت‌هایی است که فناوری هسته ایران رو نزدیک دنبال میکنه و همواره تاکید کرده که این مسئله باید از طریق دیپلماسی حل و فصل بشه و برجام در واقع بهترین گزینه برای اون بوده. چه در دوره اول چه در طول این مذاکرات آخر ویانا بین ایران و آمریکا ترکیه از اون حمایت کرده. حتما ترکیه نمیخواد که ایران به سلاح هسته ای دستیابی کنه. اگر اینو فرض کنیم، حتما موازیش نزدیک به عربستان و امارات و بقیه کشورها حتی اسرائیل، اما نباید از زیاد دور کنیم که ایران هیچ وقت نگفته که ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، فقط به دنبال استفاده صلح‌آمیز این فناوری هسته‌ای هستیم. لذا ترکیه از یه طرف از آژانس حمایت میکنه به خاطر اینکه فعالیت‌های ایران تحت نظارت آژانس باشه،
و از طریق دیگه حتما نگران هست که اگر این گفتگوها شکست بخوره و ایران بره به طرف غنی سازی بیشتر اورانیوم یا به کلاهایی که هسته که بتونه بعدا با بمب استفاده کنه، حتما ترکیه نگران میشه. در این صورت ترکیه موازی خودش رو حتما ارزیابی میکنه و ممکنه روابط منطقه‌ای خودش رو با کشورهای دیگه که در این زمینه نگران دارن نزدیکتر بکنه. اما در حال حاضر من فکر نمیکنم ترکیه نگرانی حادی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته باشه. نگرانی ترکیه بیشتر گروه پی‌کی‌کی هست، YPG هست، گروه های مرتبط به PKK هست که بعض از گروه های نزدیک به ایران مثل هشت شعبی در عراق با این همکاری میکنن و سربازای ترکیه رو میکشن. فکر کنم نگرانی ترکیه با کشورهای دیگه از این در این جهت فرق میکنه. متشکرم حقی اویغور، معاون مرکز مطالعات ایرانی آنکارا ایرام از آنکارا با ما.